ممکنه توی پشت صحنه ها شما دیده باشید که از این کلاکت های تایم کد دار استفاده میکنن یعنی مثلا اینجا ما میبینیم که یه تایم کد هست اینجا و اینجا همینطور چه کاربردی داره این کلاکت هایی که تایم کد دارن کلاکت های تایم کد دار زمانی به درد میخورن که شما بخواید صدای سینک برای یه کاری داشته باشین و مثلا تصویر هاتون اگه تفاوت میکنه صداتون سینک باشه برای این کار صدا سر صحنه پخش میشه و خروجی تایم کد این صدا متصل به تایم در واقع این تایم کد کلاکت ما <تصفح> یعنی شما فرض کنید خواننده بار اول این تصویر رو اجازه بدید من ببخشید تایم کودمون رو صفر کنم شما فرض کنید بار اول خواننده این موسیقی رو خونده و حالا میخوان زاویه رو عوض کنن و این بار از این نما بگیرن این صدا توی سالن برای کسایی که اینجا هستن پخش میشه و اونا فقط روش لب میزنن و به تب صداشون با این یکی کلیپ سینکه به دلیل اینکه اون چیزی که داره باستشون پخش میشه رو روش لب میزنن و دارن همون با همون زمانی جلو میرن و همون اجرا میکنن برای کار کردن با یه همچین تصاویری خیلی شبیه همون فرایند تلسینیه و تغییر دادن تایم, لا... تا... تا... تایم کد شما تایم کدی که اینجا میبینین رو میتونی اینجا وارد بکنی به طور مثال اینجا صفر یک دو چهل و نه صفر صفر یک صفر دو چهل و نه صفر هفت و حالا میام توی تصویر پایینیمون این یکی بی روله. نیاز به تایم کد نداره چون صدای سینک توی این صحنه ما نداریم توی این یکی میایم صفر یک دو چل نو صفر شیشه البته اجازه بدید من یه بار دیگه ببخشید من کنم اشتباه زدم مال این توی یکی زدم خب روش دابل کلیک میکنیم تایم کد اگر میخواد بدونید چطوری میتونید تایم کد رو تغییر بدید شما میتونید بیاید توی مادیفای و تایم کود شورتکات کنترل جی رو من خودم بهش نسبت دادم شما هر شورتکاتی که دوست داشتید رو بهش نسبت بدید سفر یک سفر دو پنجاه و یک سفر یک تب رو میزنم بله درسته میام سراغ بعدی دوباره کنترل جی صفر یک صفر دو چهل و نه سفر هفت و حالا به ترتیب الاخر مثلا اینجا صفر یک صفر یک پنجا و هفت صفر پنجه و آخری هم که یه مقدار شاید سخت باشه خوندن تایم کدش ولی صفر یک صفر یک پنجا و شیش صفر چون بعدیش دهه حالا شما مزیتی که از این کار داره, داره و کاری که میتونید انجام بدید اینی که میتونید این تصاویر رو اونی که از بقیه بلندتره به عنوان تصویر مادر انتخاب بکنید مثلا این تصویر دو دقیقه و 18 ثانیه و 12 فریمه و حالا بر اساس اون کارتون رو بچینید به طور مثال ما اینجا توی میتونیم بیایم توی 49 سفر سه و حالا یا هر تایم کد دیگه ای و با اون سینکش بکنیم نکته که وجود داره این که شما میتونید بیاید توی مدیا استارتتون و ببینید حد اقل زمان مال کدوم یکیه طبیعتا اون از بقیه زودتر شروع شده باز مال همین تصویره و از بقیه چون زودتر هست تایم کدش طبیعتا اون رو بعد اول از همه قرار بدید کار دیگه که میتونید بکنید که اگر شما قسمت اول خودآموز ما رو دیده باشید میتونید بیاید و از طریق مولتی کلیپ این کار رو انجام بدید البته مثل اینکه این, که این تصاویر درست تلسی نشدید یه دونش رو فکر کنم فریم ریتش با بقیه فرق داره بله این 29 و 97 این ستا سی هن من میام اینجا این ستا رو میتونم با هم مولتی کلیپ بکنم میک مولتی کلیپ و اینجا باز از من میپرسه که میخوای بر اساس تایم کودشون با هم مولتی کلیپ بشن یا میخوای بر اساس این پوینتشون یا آوت پوینتشون معمولا تایم کد گزینه بهتری برای همچین موارد کاری و اگر شما اینجا دقت کنین الان تصاویری که ما داریم با هم سینک و حالا شما با هر کدومشون اگر کات بزنید مشکلی نداری چون بر اساس صدایی که توی سالن داشته پخش میشده خواننده تصاویر بعدی رو خونده و در حینی که داشته گوش میکرده شروع کرده رو اونا لب زدن تمام این تصاویر با هم سینکن و از اونجایی که شما بر اساس تایم کدی که اینجا داشتید تصاویرتون رو تغییر دادید تصویرتون هم خب طبیعتا الان با صداتون سینکه و مشکلی ندارید و میتونید از همین تصویر استفاده بکنید حالا اگر دوست داشتید میتونید از ملتی کلیپ استفاده بکنید اگر نه شما میتونید بیاید اینجا مثلا من تایم کد استارت هم میتونم اینجا بزنم 01015609 و حالا بر اساس این از روی مدیا استارت بقیه رو بچینم اگر شما دوست ندارین از ملتی کلیپ استفاده بکنید مثلا من میتونم بیام روی بعدی ببینم کدوم 5705ه من میتونم بیام روی 57 صفر پنج و حالا اون رو اوورلی بکنم. ببخشید من یه دونه تارگت جدید بعد اضافه بکنم و اون رو انتخابش بکنم صدا همینطور و حالا اوورلیش میکنم و حالا بعدی که مثلا دو مایز چل و نه من میام توی دو میز چهل و هفت و باز اون رو یه ترک دیگه درست میکنم تارگت و اوورلیش میکنم و همینطور الاخر کلیپ آخر رو من میخوام حالا اینجا اضافه بکنم میام باز دوباره این دو تا رو انتخاب میکنم دو پنجاه و یک صفر یکه میزنم دو پنجاه یک صفر یک صفر دو پنجاه و یک صفر یک و حالا این تصویر رو میتونم اوورلی بکنم و الان تمام این تصاویر با هم سین که شما اگر خواستید و هر کدوم از این زوایا تو اون لحظه که دوست داشتید میتونید کات بکنید و هیچ مشکلی طبیعتا نداشته باشید اگر دوست ندارید از خاصیت مولتی کلیپ استفاده بکنید در هر صورت این کاربوردی که این کلکت های تایملاین دار میگم تایم لاین ببخشید تایم کود دار دارن یک همچین خاصیتیه و میتونن به دلیل وجود تایم کدشون به شما این امکان رو بدن که از چند زاویه مختلف یا تو چند جای مختلفی یک اتفاق رو فیلم برداری بکنید صدا رو برای بازیگراتون پخش بکنید و روی همون صدا لب بزنن به طور مثال ممکن شما محدودیت دوربین داشته باشید دو تا دوربین داشته باشید بخواید یه اتفاق رو از پنج تا زاویه بگیرید یا مثلا یه دوربین داشته باشید بخواید از سه زاویه بگیرید ولی میخواید دقیقا صدای بازیگرتون و نحوه دیالوگ گفتنش توی تمام پلان ها از نظر زمانی با هم درست باشه خروجی اون دتی که شما دارید حالا یا دستگاه ضبط دیجیتالی که دارید خروجی تایم کدش رو به خروجی کلاکتتون میدید و اون کلاکت چون روی تصویر یک همچین تایم کدی به وجود میاره که شما میتونید توی فانال رو به صورت دستی وارد بکنید بعدا اگه این تصاویر رو با هم مچ بکنید از نظر تایم کدی با هم سینک هستن و چیزی که حالا بازیگرتون توی پلان های دیگه میگه و تو برداشت های دیگه میگه دقیقا با اون نماهای دیگه که دارید مچ هست و هیچ مشکلی ایجاد نمیشه همونطور که گفتم بیشترین کاربرد این وسایل این کلکت ها توی میوزیک ویدیوه ولی خب توی کار سینمایی هم ازشون به شدت استفاده میشه البته به شدت که شاید اوقات درستی نباشه بهش گفت به کرات استفاده میشه